سلام به شما همراهان همیشگی آنلاین. امیدوارم که تا این لحظه اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. امروز سوم شهریور طبق فراخوان قبلی کامیونداران اعتصاب خودشون رو در شهرهای مختلف شروع کردن. اعتصاب اونها در اعتراض به گرونی لوازم یدکی و همینطور ندادن حقوق اونها توسط حکومت هست که فیلم‌هایی در رابطه با همون در فضای مجازی منتشر شده که با هم می‌بینیم. فیلم اول مربوط میشه به مشهد که اعتصاب رانندگان زحمتکش کامیون هست. با هم می‌بینیم. امروز شنبه سوم شهریور ماه 97 اعتصاب کامیونداران باقی‌مانده مشهدی نسبت به پایین بودن کرایه‌ها و گران شدن لوازم یدکی ماشین. همینجور که نگاه می‌کنیم دنیای ماشین. بله. فیلم دیگه ای هم هست که برمیگرده به اعتصاب کامیونداران غیور در اصفهان، شاپور جدید، پایانه امیرکبیر که خیلی هم گسترده است. بله، با درود به این کامیونداران زحمتکش و با غیرت. اما دزدی‌های حکومتی هر روز به شیوه‌های مختلف توسط سران حکومت و به اصطلاح آقازاده‌هاشون ادامه داره. اما در این میون بین مهره‌های مختلف از دو جناح رژیم هم جنگ و دعوا هست و هر روز هم دست همدیگه رو در همین رابطه رو می‌کنن و روز به روز هم ابعاد گسترده‌تری از این فساد و چپاول حکومتی افشا میشه. تهدید به افشاگری بزرگ تیتر پستی است که یکی از کاربران در فضای مجازی منتشر کرده که ضمن اون هم خبری رو گفته که توییتی از آذری جهرمی وزیر ارتباطات رژیم که به وزیر فیلترینگ معروف هست هم آورده. آذری جهرمی گفته آماده‌ام اگر سیمای ملی وقت کافی دهد به تشریح این فرایندهای مافیا پرور و امضاهای طلایی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح دهم چگونه دولت الکترونیکی راهکاری برای جلوگیری از فساد است و چرا دولت الکترونیکی آنگونه که باید پیش نمی‌رود. در ادامه این توییت، توییت دیگه‌ای رو هم در رابطه با همین موضوع از آذری جهرمی گذاشته. باید اژدهای 700 فساد را با همه 1300 امضای طلایی‌اش به مسلخ برد. در کنار برخورد با مفسد، این تنها راه باقی مانده برای اصلاح فرایندهای فسادزاست. انباشت پرونده در دستگاه قضا و انتظار برخورد سخت به عنوان تنها راه مبارزه با فساد نه منطقی است و نه نتیجه مطلوب خواهد داشت. اما کاربر هم در ادامه همین پستی که گذاشته این کامنت رو گفته. به گفته آذری جهرمی در حالت این توییت رو انجام داده که خامنه‌ای در 22 مرداد گفته بود نگویید فساد حکومتی و نهادینه است. همچنین این پست هم در رابطه با افشای بالا کشیدن پول‌های کلان توسط خانواده‌های سران حکومت و به اصطلاح آقازاده‌هاشون هست که بعد از صحبت‌های حداد عادل صورت گرفته. این پست هست که همونطور که می‌بینید نوشته شده ایشون همون کسی هستن که حداد عادل از او به عنوان دامادش در یک خانواده شهید پرور در آمریکا نام برده. اما کاربر هم در ادامه همین موضوع
کامنتی رو گذاشته که گفته آذری جهرمی در حالت این توییت ها رو کرده که خامنه ای در 22 مرداد گفته بود نگویید فساد حکومتی و نهادینه است. اما پست بعدی هم در رابطه با افشای پول های کلانی هست که خانواده سران حکومت و آقازاده ها بالا کشیدن که در واکنش به حرف های حداد عادل هستش. همونطور که میبینید در این پست گفته شده که این شخص همون داماد حداد عادل است که از او به عنوان دامادش که در خانواده شهید پرور در آمریکا هست نام برده و اضافه کرده از برکات فامیل بودن با خامنه ای مدیر کلی در ایران سل و دفتر امور نوآوری دیجی کالاست. اما صدور تروریسم و بنیادگرایی یکی از اهرم هایی هست که رژیم به این وسیله خودش رو حفظ میکنه و بقای خودش رو تضمین میکنه. چپاول و فساد در حکومت هم در همین رابطه قابل توجه هست که ببینیم. پستی هست که این تصویر رو در اون در فضای مجازی منتشر کردن که مربوط میشه به رژه هشت شعبی در عراق. کاربر گفته این رژه هشت شعبی عراق است، نه بسیج در ایران. در ادامه اون هم این سوال رو مطرح کرده. آیا مردم ایران میدانند هشت شعبی با صدها میلیون دلار پولی که قاسم سلیمانی صرف آنها میکند تشکیل شده است؟ اما به دنبال همین فساد و چپاول حکومتی به باد دادن سرمایه های ملی و منابع طبیعی و زیست محیطی هم کاری هست که آخوندها به اون روی آوردن. در این رابطه کاربری این پست رو گذاشته که تصویری هست از کار در خلیج فارس و صید ماهی توسط چینی ها. در ادامه اون هم خبری رو از خبرگزاری حکومتی اینا گفته چینی ها در دریای عمان و خلیج فارس کف دریاها را با تجهیزات خود میسابند، حتی تخم ماهی ها و صدف ها را هم میبرند. چیزی برای ماهیگیران ایرانی نمانده است. تازه این فقط گوشه ای از واقعیت ها است، چرا که در خبرگزاری حکومتی فقط بخشی از اون رو منتشر میکنند. اما همچنان که میبینیم جیب سران حکومت و آقازاده هاشون که پر از پول هستش، از اون طرف هم جیب مردم خالی خالیه. در همین رابطه هم کاربری پستی رو در فضای مجازی منتشر کرده در رابطه با گرانی خودرو و این کامنت رو گذاشته: ساز دوباره گرانی خودرو کوک شد. این تصویری هست که در ضمن اون در فضای مجازی منتشر کردن. همونطور که میبینید خریدار به فروشنده گفته بالاخره پول خرید ماشین رو جور کردم. در جواب هم فروشنده گفته دوست عزیز، اون دیروز بود، امروز با این پول 4 حلقه لاستیک هم نمیتونی بخری. بله، پست دیگه ای هم در فضای مجازی منتشر کردن که مقایسه و شباهتی هست بین کودک مهاجر سوری که آب اون رو در خودش غرق کرد و در آبی ها جان سپرد و همینطور کودک دستفروشی در ایران. و در ضمن اون کامنتی گذاشتن گفتن ایران خیلی وقت سوریه شده، ما حواسمون نیست. بله، این میتونه پاسخ روشن و خوبی باشه برای اونهایی که معترضان ایرانی رو از سوریه شدن ایران میترسونن. باید گفت که اگر سوریه الان به این شکل هست به خاطر همین آخوندها هست و رژیم آخوندی هست که اون رو به این شکل درآورده. و اما پست دیگه هم از گلستان گرگان تصویری هست که منتشرش کردن جمعه 2 شهریور. گفتن محصولاتمون به فروش نمیرسه و کسایی هم که میخوان بخرن به قیمت پایین میخوان که نمیصرفه. خیلی افتضاحه و تنها راهش سرنگونی هستش، وگرنه هر روز بدبخت و بدبخت‌تر میشیم. بله، به گفته این کاربر و 80 میلیون مردم ستمدیده ایران، 40 سال رنجی که مردم ایران متحمل شدن که اون هم مسبب رژیم آخوندها هستش به خاطر غارت و سرکوب افسارگسیخته این حکومت، فقط و فقط با سرنگونی این حکومت هست که پایان میگیره و آزادی محقق میشه. به امید اون روز و با امید به اینکه برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه، تا دیدار دیگه، خدا نگهدار.